دانشگاه اقتصاد و صلح در تاجیکستان خطری گویان تروریسم وجود ندارد. رستم امام‌علی سال نو را پیشبری می نماید. در ریتینگ جهانی تاجیکستان با گروهی کشورهای با سطح پست تاثیرگیری از گویان تروریسم داخل شد. ایندکس مذکور از طرف گروهی متخصصان بین المللی تحت رهبری دانشگاه اقتصاد و صلح دانشکده شهر سیدنی استرالیا تیار کرده شد. با گروهی کشورانی با سطح پست تاثیرگیری از گویان تروریسم کشور شویتسیا جای 51، ژاپن جای 67، ایتالیا جای 69، تاجیکستان جای 74 و قزاقستان در جای 75 داخل شدند. دانشگاه اقتصاد و صلح که قرارگاهش در استرالیا جایگیر است، خود را همچون مرکزی تحلیلی غیر تجارتی مستقل معرفی نموده، متدولوژی بهادهی خود را عاید تمایل صلح و زورآوری در حیات کشورهای از نقطه نظر اقتصاد کارکرد نموده است. کارشناسان قید میکنند که هرچند افکار متخصصان عاید بهادهی حالت تاجیکستان همچون کشوری صلح و آرام یک رای باشد، هم رژیم رحمان و خدمات های قدرتی شب و روز با آشکار نمودن خطری وجود نداشته آوارند. با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم صدها نفر از پدرهای خود جدا شدند. صدها نفر شهروندان با پرونده های بافته شده دینی و زندان ها محکوم شدند. به عقیده تحلیلگران، امروز ها با عین حرکت مذکور دولت های ابرقدرت و مانند روسیه مشغول می باشند که با یاری رحمان نظامیان خود را در منطقه های تاجیکستان جایگیر نموده در دیدبانگاه های مرزی مشاوران نظامی خود را وارد نمود و کشور را از استقلالیت محروم گردانید. اینچنین عقیده خود را عاید گویان حمایه از تروریسم با کشورهای مستملکه شده تلقین می نماید. تیاتی ارچه این سال از سال گذشته در آن است که اولا که ما حجم ارچه نسبت سال گذشته کلانتر شد. رستم امام‌علی سال نو را در تاجیکستان همچون عید بزرگ پیشبری نمودن را شروع نمود. همین طور تا دو سال آخر رئیس نو انتخاب شده شهر دوشنبه رستم امام‌علی سال نو را همچون عید مخصوص برای تاجیکان گویان پیشبری می نماید. برای تصدیق سخنهای در بالا ذکر شده، جایگیر نمودن ارچه سال نوی می باشد که 20 روز قبل از 31 دکبر در شهر دوشنبه گذاشته شده است. غیر از این درازی ارچه سال نوی سال گذشته 25 متر را تشکیل کرده باشد، امسال ارچه سال نوی 28 متر بوده با 12,000 بازیچه های گوناگون جهازانیده شده است. اینچنین در میدان اساسی پایتخت سنه 31 دکبر کنسرت با آوازخوان‌های تاجیک برگزار می‌گردد. جالب دقت آن است که همه چاره‌بینی های عاید جشن مذکور با فرمان مخصوص رستم امام‌علی عملی می‌گردد. یاد رس می‌کنیم که جشن مذکور تا آمدن رستم امام‌علی به سر منصب توجه زیاد داده نمی‌شد. مثلا در زمان رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف ارچه سال نوی را 2-3 روز قبل از 31 دکبر گذاشته می شد و روزی دیگر ارچه سال نوی غونداشته می گرفتند. غیر از این در یگان زمان در تاریخ تاجیکستان چنین ارچه دراز گذاشته نشده است و جشن مذکور با دبدبه گذرانیده نمی شد. باید قید نمود که با عقیده علماهای اسلامی جشن مذکور به دین اسلام خلاف بوده، با تاریخ و مدنیت مردمی تاجیک ضد می باشد. حتی در این خصوص مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده سال 2011 در محاسبه با رادیوی بی بی سی اظهار نموده بود. در آن زمان مفتی تاجیکستان از همدیاران خود طلب نموده بود که از جشن گرفتن سال نو خودداری نمایند، زیرا جشن مذکور به قانونهای اسلامی خلاف بوده با مدنیت و فرهنگ مردم تاجیک زید می باشد. مشکلات در این عرصه جای دارد که یکی از آنها ما از همین آرستن دسترخوان های پردبدبه ایدانه به حساب می رود. در سال جاری پیش از جشن عید قربانی مسلمانان، حکومت تاجیکستان آرسته نمودن دسترخوان ایدانه را به یک متر درازی و وسیعی محدود نمود و برای ویران کنندگان قانونی مذکور
با جریمه های کلان تهدید کرد. ما ایده میندویم خیگانمی بچه همون.